سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته فیلم بندربند ساخته منیژه حکمت، گشتی در نمایشگاه عکس‌های مارک ریبو، گفتگو با ندا کاووسی‌فر درباره تجربه نوشتن. زبان ذاتاً نمیتونه ساده باشه. منیژه حکمت که با کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم هایی با مضامین اجتماعی در سینما ایران شناخته شده، در تازه ترین کارش همچنان وفادار به موضوعی برگرفته از مسائل روز جامعه. خانم حکمت در نوروز سال 98 همزمان با سیل جنوب ایران به همراه گروه جمع جوری به این منطقه سفر کرد. حاصل این سفر فیلمیست به نام بندربند که حال و هوایی داره بین سینمای مستند و سینمای داستانی. این فیلم در جشنواره‌های متعددی به نمایش در اومد، از جمله جشنواره تورنتو و زوریخ، و دیماه امسال برنده بهترین فیلم جشنواره فیلم کلکته شد. صحبت‌های منیژه حکمت رو درباره فیلمش بشنویم. ما اجازه بدید ارتباط دیگری برقرار کنیم برای جویا شدن از وضعیت آب و برق منطقه سیل زده. تأسیسات نفتی در منطقه هورالعظیم استان خوزستان با توجه به سیلاب وحشتناکی که به این استان اومد زیر آب. چی سیل یا دیوه؟ همه چی به علیوه که. چی شد میترا؟ چه میدونم، دارم میگیرم خطا قرد. امیر، این بارون یه خورده دیگه به باره صد سرریز میکنه، بعد اون موقع میتونیم از کرخه بریم تا راین نداشت. اون موقع است که یورو در میاریم و تومن خرج میکنیم. این خفه شو ببین، بکن رو آب اینجوری شناوری. یه گروه کوچیک موسیقیه، یک زن و شوهرن که زنم حامله است، و یک دوستی که یه بند کوچولو توی یک شهرستان خیلی دور ایجاد کردن، به وجود آوردن و دوست دارن دیده بشن و راهی رو باید بپیمایم بیان تو سیلی که آب همه جا رو گرفته که برسن به اون کافه‌ای که قرار اتفاق براشون بیفته. اول میشی شک نکن، میریم که بریم به سوی تقویم تاریخ. و تو این سیر و سلوک یک جوری شرایط نسل جوان به نمایش در میاد. اما لیلی مهلا ستاره صحنه ها و گروهش بندربند خودشون رو به تهران رسوندن و به روی صحنه کاف استیج حاضر شدن. از همین سکو بود که تونستن خودشون رو به فستیوال جهانی معرفی. تهران آمال آرزوی بچه های شهرستانه، امکانات همه هم باشته شده تو تهران، پول در تهرانه، کنسرت در تهرانه. بچه ها برای اینکه بتونن دیده بشن باید بیان تهران با امکانات مالی و بضاعت بسیار کمی که دارن. فکر میکنم به تهران برسن میتونن کره زمین رو تصاحب کنن. حالا چقدر موفق میشن یا نمیشن اون بحثای دیگر رو میطلبه. سلام، خسته نباشی. این چی را بسته است؟ آقا، 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 اینجا ببینم، نمیتونیم، به خدا زنم حامله، زنم حامله، عزیز من. نسل جوان خواسته هاش، امیداش، حرکتاش خیلی متفاوت تر از نسل ماست. خیلی ایدئالیست نیستن، پاشون رو زمینه، ولی تلاش میکنن، تلاش میکنن که اتفاق و رقم بزنن. تو این تلاش خیلی جاها من میبینم ایشون، باشون گپ و گفت دارم، دوچار سرخوردگی میشن، ولی باز دنباله یک راه چاره هن. این نسل جدید من فکر میکنم که راهشو پیدا میکنه با تمام سرخوردگی ها و گرفتاری ها، بخصوص اگه موسیقی هم باشن. برای موسیقی هنوز تلویزیون ما ساز نشون نمیده. نسل جوان با موسیقی یک ارتباط تنگاتنگ پیدا کرده خوشبختانه، و نزدیک شدن به این نسل با تموم رویاهاشون، با تمام نوع زندگی کردنشون. من دوست دارم تو کارهای دیگه هم به این نسل بپردازم، چون من فکر میکنم این نسل خیلی سینما، خیلی سینما، خیلی تصویرن. لا 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 لا
وقتی که مشگانه تو هم گیر مکنن آرام پیچک میشن و تو هم پیچ مخورن آرام قش قش پیچیدن مشگانه دارم آرام اینگار میشنوم تو تاریکی بریم که موزیک اجرا کنیم در واقع و من دوستی دارم که در واقع رضاست و خیلی وابستم به رضا نحوه انتخاب هنر پیشو کار کردم با اونا که آقای رضا کولاغانی که اصلا بند داره موزیسین قبلا بازی کرده بودن امیر حسین طاهری که از بچه های تئاتر بود بازیگر خوب تئاتر بود و همچنین مهلا رو که اصلا توی این کافه اون روزی که نشستیم طرح و گفتیم انتخاب شد و به هر حال تیم تو دفتر شکل گرفت ایده بیان می شد و خیلی راحت کار می کردن خیلی راحت چون کاملا تفهیم شده بود به هممون که قرار چی کار کنیم اونم باید کنم باید کنم باید کنم باید کنم عربیه می کنم ببینیم خب یکیشون تو در باشه خاله خب اگه داره دور میشه چرا ما اون استفاده نکنم اون که خیلی گرافیک خوب میده قشنگ هم میشه گفت یه از خودگذشتگی تیم بود و این همدلیه که تونست این فیلم شکل بگیره چون یک جاهای ما توی تا سینه تو آب بودیم تو فاضلاب بودیم در اصل تو آب نبودیم برای گرفتن پلانا و خوشبختانه همه گروه میدونستیم داریم چی کار میکنیم و شرایط سختمون رو میشناختیم ما شبانه روز شاید 3-4 ساعت بیشتر نمیخوابیدیم چون سیل میتونست بره پایین و آب دیگه وجود نداشته باشه از جنوب حرکت کردیم اومدیم تا خرم‌آباد تا معمولان رو بازسازی کردیم چون ویران شده بود اصلا و اون پلان‌ها رو گرفتیم اینکه تونست این فیلم به وجود بیاد و متولد بشه همون تیم بود از یک اندیشه که این اندیشه فراگیر شده تو کل گروه یک جایی باید به بچه های سینماگر مستقل به نسل جوان میگفتم این قلاده نذاریم به گردن شما بیفته که فقط باید باجت های بزرگ باشه و این باجت های بزرگ هم در انحصار یک سری اشخاص بخصوصه و تو دام اینا نیفتیم با حداقل میشه کار کرد و باید حرکت کنیم ما قرار نیست افسرده بشیم ما قرار نیست بریم تو قارهای خودم ما قرار نیست بعد از 40 سال کار همه چیز رو رها کنیم و بسپاریم به دست کسانی که سینما براشون حساب بانکیه و پوشویه و رانته و عکس گرفتن با سلبریتی ها برای من خواستم جریان سازی کنم خیلی روشن فیلم های خوب و لو باجت و این جریان سازی امیدوارم ادامه پیدا کنه مثل تمام دنیا، اروپا، ساله 40-50 دوره مک‌کارتی امریکا و دورانایی که مشکلات اجازه حرکت به اندیشه نمیداد. مارک ریبو عکاس فرانسوی و خالق بیش از 50,000 عکس از 5 قاره جهان یکی از عکاسان سرشناس نیمه دوم قرن 20 به حساب میاد. او به 4 گوشه جهان از جمله ایران و افغانستان سفر کرد و علاوه بر ثبت لحظه های حساس تاریخی زندگی مردم را در فرهنگ های مختلف به تصویر در آورد. موزه هنرهای آسیایی گیمه در پاریس نمایشگاه مفصلی از آثار مارک ریبو برگزار کرده که تماشا سری به اون زده.
او روزای متوالی را می‌رفت و می‌گفت عکاس خوب باید اول از همه کفشای خوبی داشته باشه. دوربینای سبک و قابل حمل رو ترجیح می‌داد و نظرش این بود که این دوربین نیست که عکاسو می‌سازه، این نگاهه که اهمیت داره. مارکریپو در سال 1923 در شهر لیون به دنیا آمد. کودکی و نوجوانیش رو در همون شهر گذروند و از طریق برادرش ژان با عکاس معروف هانری کارتیه برسون ملاقات کرد. البته که عکسای اون رو از قبل میشناخت. تصمیم گرفت عکاس بشه و به همین خاطر به پاریس اومد. ریبو از مکانهای معروف پایتخت بازدید و از اون عکاسی کرد. میدان برج، کلیسای نوتردام و برج ایفل. او رنگ زدن ایفل رو تصویر کرد. مجموعه کاملی از عکس‌هایی که در اون سال یعنی سال 1953 نقاشا رو در حال کار کردن بر روی برج نشون میده. همونطور که در عکس‌ها می‌بینیم، ریبو یک روز کامل اونا رو دنبال می‌کنه در زمان کار و هنگام نهار. یکی از عکس‌ها از بقیه متمایزه و دو عکاس معروف یعنی هانری کارتیه برسون و رابرت کاپا اون رو برای چاپ انتخاب می‌کنن و این عکس به مجله لایف فروخته میشه. لایف در اون دوران یکی از مهمترین مجلات مصور آمریکا بوده. به لطف چاپ این عکس، مارک ریبو وارد آژانس عکس مگنوم میشه که قدم مهمی در مسیر حرفه‌ای او به عنوان عکاسه. چون این آژانس بسیار فعاله و به ریبو امکان میده از راهنمایی‌های دیگر عکاسان این آژانس استفاده کنه. عکاسایی که او رو تشویق میکنن سفر کنه و کشورهای دیگر رو کشف بکنه. اول همه میره به انگلستان. در ادامه نمایشگاه میپردازیم به سفر مهم اون به سمت مشرق. سفری که طی اون این عکاس 30 ساله خودش و دنیا رو همزمان کشف میکنه. برای این سفر ریبو از جورج راجر یکی دیگه از عکاسای مهم مگنوم یه دوربین قدیمی میخره و از خانه جورج راجر در بیروت به سمت استانبول به راه میفته. یکی از عکس‌های مورد علاقه ما در این قسمت عکس لاک پشت و جاده است که در واقع نمایانگر ضرب‌آهنگ این سفره. خودش میگه من بیشتر گردشگرم تا عکاس. او عجله نمی‌کنه و سر فرصت پیش میره و به راهش ادامه میده تا به ایران برسه. ما برای این قسمت چند عکس نادر و کمتر دیده شده از ایران رو انتخاب کردیم. در مرحله بعد به افغانستان میره که براش حکم ورود به جهانی سراسر رازآلود و ناشناخته رو داره. اون هم برای عکاس جوانی که تا به حال سفر نکرده و این اولین سفر طولانی و مهم زندگیشه. در ادامه سفر از مرز عبور میکنه و به پاکستان میرسه. در اونجا از کارگاهی ساخت اسلحه دستساز عکاسی میکنه. به سمت شمال ادامه میده و از شمال وارد هندوستان میشه و یک سالی همونجا میمونه. در طول نمایشگاه که به ترتیب زمانی چیده شده، ما مسیر مارک ریبو رو دنبال می‌کنیم. سفر اساسی که در نهایت در سال‌های 1957-58 به چین و ژاپن ختم میشه.
او اول ژانویه 1957 به چین قدم میذاره. از همون ابتدا در قطاری که او رو از هنگ کنگ به کانتون میبره شروع به عکاسی میکنه. چین برای او کشف بزرگیه و ثمره اون ثبت تصاویری نادره. چون در اون زمان تقریباً هیچ عکاس خارجی اجازه سفر به چین رو نداشته. عکس‌های او برای ما غربی‌ها و حتی امروزه برای خود چینی‌ها اسنادی‌اند که اهمیت تاریخی دارند. ریبو مصمم میشه دوباره به چین برگرده. سالها منتظر ویزای دوم میمونه و بالاخره این سفر دوم در سال 1965 میسر میشه. ریبو مجدداً از وجوه مختلف زندگی شهری در پکن و کارخانه ها عکاسی میکنه. عکاسی در کشوری که در حال صنعتی شدنه و آموزه های چین کمونیستی درش در حال جا افتادنه. در این عکس ها میشه سرآغاز انقلاب فرهنگی چین رو دید. ادامه نمایشگاه نگاهی میندازیم به عکس‌های دهه‌های 60 و 70 میلادی. عکس‌هایی که بیشتر گزارشی‌اند. تصاویری‌اند از استقلال کشورهای آفریقایی به ویژه الجزایر. ریبو از 1960 تا 63 چندین بار به الجزایر سفر می‌کنه. این عکس دختری که گلی در دست داره. و عکسی معروف و نمادینه که خیلی اونو می‌شناسن بدون اون که بدونن عکاسش کیه. این نمایشگاه مجموعه کاملی از کارهای مارک ریبوست، مجموعه‌ای که غنا و تنوع کاری یکی از بزرگترین عکاسان نیمه دوم قرن بیستم رو نشون میده. ندا کاووسیفر نویسنده ایرانیه که اولین کتابش رو به عنوان سترکه بر دوچرخه من، میمون و پدر برای نوجوانان منتشر کرد. بعد از اون اولین مجموعه داستانهای کوتاهش یعنی خواب با چشمان باز رو در سال 89 به چاپ رسوند. هر دو این آثار با استقبال منتقدین روبرو شدن و جوایز ادبی متعددی از جمله جایزه گلشیری و مهرگان رو به دست آوردن. کتاب بعدی او رمانی بود به عنوان پیراهن بیدرز مریم که در سال 97 منتشر شد. ندا کاووسیفر امروز از شیراز مهمان منه. خانم کاووسیفر، جدیدترین کار منتشر شده از شما داستان کوتاهیه به نام دانه درخت آس که درباره رابطه یک مبارز سیاسی با یک دختر بچه که دختر بچه شخصیه که قراره این مبارز سیاسی ترور کنه. با این حال تو این داستان هیچ ارجاع مستقیمی به دانه درخت آس نشده. دلیل این نامگذاری چیه؟ دانه درخت آس در واقع یک داستان کوتاه هست که سال 86 من این داستان رو نوشتم. خب بارها و بارها بازنویسی شده داستان، ولی از اونجایی که امکان انتشار اون در ایران وجود نداشت چند مدت پیش من اون رو در مجله الکترونیکی بانگ منتشر کردم. همونطوری که خودتون هم میدونین و بهش به خوبی و درستی اشاره کردین، عنوان داستان در داستان نیومده و بهش اشاره نشده و این هم خب گاهن معموله، اما از نظر معنا شناختی شاکله داستان و مضمون داستان حلوهش همین عنوان داره شکل میگیره. درخت آس بر اساس آموزه های قرآنی درختی است که در بهشت میروید و به قول معروف شجرتون طیبه هست، مثل طوبا، مثل سدرت المنتها. شاخه‌ای از این درخت رو یهوه به موسی هدیه میکنه و همون عصای موسی هست که معجزات فراوانی به اون منسوب میشه، مثل باطل کردن سحر ساحران، مثل شکافتن رود نیل. اما بر اساس آنچه که ما در عهد عتیق میبینیم، درخت آس درخت جهنمی هست، شجرتون خبیثه هست، میوه های آتشینی داره به نام رؤوس شیطان که غذای اهل نار هست. علامه مجلسی تفسیری که میکنه اینه که اگر بذری از درختان بهشت، گیاهان بهشتی
بر زمین جهنم بنشیند درخت جهنمی به بار میاره. مضمون داستان هم هلوهوش همین عنوان داره شکل میگیره. بذری که در اون شرایط تاریخی که داستان بهش اشاره میکنه به بار نشست، ثمر داد و تبدیل شد به یک درخت تناوری که در واقع دو گروه از اون منشعب شدن، دو گروهی که فزاته و به لحاظ ساختاری کاملا شبیه هم بودن اما از نظر ایدئولوژی و عملکرد نقطه مقابل هم بودن و پایان داستان هم حذف یکی از این دو گروه و بقای گروه دیگری بود که در موضع قدرت بودن. موضوع خیلی از کارهای شما با مرگ مرتبطه. چرا حضور مرگ تو کارهای شما اینقدر پررنگه؟ درست میگید. مرگ یکی از المانهای مهم و پررنگ هست در داستانهای من و بهش زیاد پرداخته میشه. به خاطر این هست که بر اساس تصوری ذهنی من مرگ هرگز بخش جدا شده از زندگی نیست. یعنی چنان نیست که زندگی از حیات شروع بشه و با ممات ختم بشه. اینطور فکر میکنم و اینطور برای من متصور شده که شدت تأثیر و تأثیر آدمهایی که شاید امروز حضور فیزیکی فقط ندارن در کنار ما بر ماهایی که فکر میکنیم زنده هستیم بیشتر از آدمهایی هست که زنده هستن، نفس میکشن و راه میرن در کنار ما. ببینید مثلا در داستان بستنی گل یخ شخصیت داستان من یک دختره که روایت زندگیش رو از زبان آدم‌های اطرافش، در روایت زندگی پدرش رو از زبان آدم‌های مختلف در اطرافش میشنوه و روح پدرش هر روز میاد روی درخت چنار روبروی پنجره میشینه و فریاد میزنه که دارن به دروغ میگن، دارن جعل میکنن، داستان اینگونه نیست که تو میشنوی. برای من حضور مردگان حضوری تأثیر بخشه اما چیزهای مهمتر از مرگ هولناکتر و دهشتناکتر از مرگ، چیزهایی مثل دیده نشدن، تأثیر نداشتن، موضع نداشتن، بدون ور بودن. ما بی موضع بودن در داستان رو، شعار ندادن در داستان رو با بی موضع بودن شخص نویسنده اشتباه گرفتیم. موضع چیزی هست که موضع داستان نویس، موضع هنرمند، موضع شخص چیزی هست که به داستان خون میده، همون خونی که امروز در داستانهای ما وجود نداره. اتفاقی که افتاده برای نسل ما به نظر من این اتفاقه. از چیزهای بی خطر گفتن باعث میشه که ما تأثیر کلاممون رو از دست بدیم، تبدیل بشیم به یک نسلی که در سکوت زندگی میکنیم، میخواییم با سکوت و با بی تفاوتی حرفامون رو بزنیم. خب و این در واقع ماجرای نوشتن نیست. زبان داستانهای شما ساده است، با جمله‌های کوتاه و صریح. چرا با زبانی ساده می نویسید؟ خب واقعیتش رو بخواین چیزی به نام زبان ساده و بی‌آلایش وجود نداره. زبان در ساختار کلیش منظور نظر منه. آنچه که ما به عنوان زبان در یک ساختار کلی می‌شناسیم نمی‌تونه هرگز ساده و صریح باشه. زبان محل سوء تفاهمه. زبان فذاته نمی‌تونه ساده باشه. و دریدا یک جمله‌ای داره، میگه که زبان بار سیاسی داره. حالا بار سیاسی منظورم سیاست ورزی نیست، ولی هر کلمه‌ای که من انتخاب می‌کنم امروز که در برابر شما نشستم از دالان‌های زیادی، از قرینه‌های معنایی زیادی باید عبور بکنه تا به گوش شما یا مخاطبین شما برسه. تمام تلاش ما این هست که ساده و بی‌آلایش با مخاطبمون برخورد بکنیم، ولی به نظرم همچین چیزی لااقل در زیست کنونی ما امکان پذیر نیست. شاید در مکان جغرافیایی دیگری این امکان پذیر باشه، ولی برای ما امکان پذیر نیست. شاید به همین دلیله که از قبل از سالهای دهه 60 بسیاری از نویسندگان به هر حال نام‌آور ما فرم‌هایی رو و زبانی رو انتخاب کردن برای بیان آنچه که فکر می‌کردن دغدغه‌شونه، آنچه که فکر می‌کردن مهمه. بر تن کلماتشون چندین جامه میبایستی میپوشوندن تا اینکه بتونن آنچه رو میخوان بگن به زبون بیارن. خب این باعث شد که هم برای مخاطبین دشوار باشه و هم اینکه بعد از مدتی مخاطب خودشون رو خسته بکنن و یک جریان به قول معروف دشوارخانی در ادبیات داستانی ما به وجود اومد که شاید داستان نویسان ما رو به این فکر انداخت که دیگه در پایان دهه 80 به سمت یک جریان ساده نویسی برن، که این جریان ساده نویسی
خب از یک نظر که سهل الوصول بود برای مخاطب بسیار خوب بود، اما از این نظر که من فکر نمی کنم که بشه موضوعهایی رو که ما می خواهیم بگیم، دغدغه های مهممون رو، اون چیزهایی رو که لبه داره، اون چیزهایی رو که به جای بر می خوره، بتونیم به شکل ساده و صریح بیان بکنیم، با زبان ساده ما بتونیم این رو بیان کنیم، به نظر من اصلا امکان پذیر نیست. خب به وجود اومدن این جریان ساده نویسی باعث شد که داستانهایی نوشته بشه که این داستانها ساده و بی‌آلایش نوشته شدن، ولی دغدغه های مهمی از نظر اندیشگانی، از نظر هستی شناختی نداشتن این داستانها متاسفانه. شاید نسل آینده تلاش بکنه بتونه این معضل رو حل بکنه که با زبان ساده و صریح بتونه داستانهای مهم و دغدغه های مهم اجتماعی امروز ما رو، انسان ایرانی امروز رو مطرح بکنه. من فکر نمی کنم الان بتونیم ما این کار رو بکنیم. معمولا داستانهای امروز نوشته میشه که نه زمانش مشخصه نه مکانش مشخصه، اگرم دغدغه‌ای داشته باشه، و یک چیزیه در یک فضای نامعلومی، در یک مکان نامعلومی که به هیچ جا و هیچ کس بر نخوره. ممنون که با ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش‌هاش رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ. خوشا باران، خوشا باران سر دوشم بباره، سر قبرم بباره یا ببار بارون، ببار بارون که باریدن سبابه، ببار بارون که چوبان در ازاره.